خورش به آلو. آشپزی امروزمون یه خورش خوش رنگ و لعابه به نام به آلو که علاوه بر خوشمزدگی خیلی هم پرخاصیته. شاید تا به حال درستش نکرده باشی، اما یه بارم که شده با این روش درستش کن، خیلی خوشمزه است. من میگم به امتحانش میارزه. اندازه مواد لازم این خورش برای حدوداً 3 تا 4 نفره. یه پیاز نسبتاً بزرگ و خرد می‌کنیم و تفتش می‌کنیم. به هر اندازه‌ای هم که دوست دارید می‌تونید خردش کنید. پیازمون که یکم تفت خورد، گوشت رو بهش اضافه می‌کنیم. بهتره که برای این خورش از گوشت گوسفندی استفاده کنیم و حتماً قلم و یکم چربی هم داشته باشه. اما با گوشت گوساله هم میشه درست کرد. تیکه های گوشتمون هم سعی کنیم خیلی ریز نکنیم. یکم درشت باشه خیلی بهتره. گوشت و پیاز که با هم تفت خورد، رنگ گوشت عوض شد و بوی خامیش گرفته شد، یکم زردچوبه، پودر تخم گشنیز و فلفل اضافه میکنیم و با ادویه ها یکم تفتش میدیم. و بعد آب جوش رو بهش اضافه میکنیم. حدود 4 تا لیوان آب به قابلمه اضافه کردم. 1 تا 1.5 بند انگشت روی گوشت و آب بگیره کافیه. وقتی که قابلمه به جوش اومد، حرارت رو کم میکنیم تا آروم آروم گوشت پخته بشه. وقتی نیم پز شد، به و بهش اضافه میکنیم. به حدود نیم ساعت تا 3 رو طول میکشه که پخته بشه. بدون اینکه پوست بهو بگیریم، به صورت 4 گوشهای بزرگ خردش میکنیم. یه دونه به متوسط برای این اندازه خورش کافیه و بهتره که بهتون سبز نباشه. بهو که خرد کردیم، حدود نیم ساعت بذارید توی کاسه، آب سرد بریزید روش و یه قاشق هم آب لیمو بهش اضافه کنید. این باعث میشه که طعم بهتون خوشمزه تر بشه و یه کوچولو بهتون رو سفت میکنه. خیلی زود وا نمیره توی خورشتون. و بعد بریزید تو سبد، آبش که رفت سرخش کنید. حدود 3-4 دقیقه به و تفت میدید. وقتی به سرخ میشه، به اصطلاح میگن خودش رو جمع کرده و توی خورش خیلی زود وا نمیره. بعد یه قاشق روب هم بهش اضافه میکنیم و خوب با روب تفتش میدیم. اینطوری بهمون هم خوشمزه میشه و هم خیلی خوش رنگ میشه. طعم خوبی به خورشمون میده. برای این اندازه فکر میکنم 1 تا 1.5 قاشق سرخالی روب کافیه. این خورش خیلی نباید رنگش پر رنگ باشه. خب به و به خورشمون اضافه میکنیم. اگه حدود 70% گوشت پخته شده باشه، بهترین زمان اضافه کردن به قابلمه است. 1 ربع که از زمان پخت به گذشت، یه تیکه چوب دارچین به قابلمه اضافه میکنیم. یادتون باشه از پودر دارچین اصلا استفاده نکنید که رنگ خورشتون رو کدر میکنه. نمکم اینجا اضافه میکنیم. این خورش نمکش از خورش های دیگه باید کمتر باشه، چون یا شیرین باید باشه این خورش یا اینکه ملس. نگاه میکنیم ببینیم گوشتمون کامل پخته شده یا نه. خب این گوشت پخته شده، زمان اضافه کردن آب لیمو و شکره. حدود 3-4 قاشق آب لیمو و 1.5 قاشق شکر اضافه میکنیم. اگر دیدیم بهمونم پخته شده، اون موقع زمان اضافه کردن آلوه. تایم پخت آلوها با هم فرق داره. اگر آلوتون مثل این آلو زود میپزه، 20 دقیقه براش کافیه. 1 ربع که از زمان پخت آلو گذشت، زعفرون رو اضافه میکنیم. و وقتی زعفرون رو 5 دقیقه آخر اضافه کردیم،
10 ثانیه هم حرارت رو زیاد میکنیم و بعد خاموش میکنیم. یادتون باشه فوری غذاتون رو نکشید. اجازه بدید نیم ساعت بمونه بعد بکشید. اینم از خورش بهالو خوش رنگ و لعاب ما که با برنج واقعا لذیذه. جای همگی خالی. حتما درست کنید. میدونم که خوشتون میاد. لطفا برای دیگرانم بفرستید تا اونا هم از این برنامه استفاده کنن. دوست عزیز ممنونم که با لایکت به من انرژی میدی. اگه تا به حال سابسکرایب نکردی پس اون زنگوله رو بزن تا عضو همیشگی کانال من باشی. اینم از تهدیگ نون سنگک. قسمت نازک نون سنگک رو بذاری ته دیگ، یه همچین قدید خوشمزهی بهتون میده. اینجا یه خورش آلو اسفناج براتون گذاشتم، پرخاصیت و خوشمزه. اینم امتحان کنید.